به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دکتر ارشد ارشاد، فرزند مرحوم مولوی محمد قوری که از علما و اساتید بزرگ هرات بودند، در شهر هرات متولد گردید. تعلیمات دینی را در نزد پدر مرحوم و مدرسه جامعه شهر هرات و بعداً فاکولته شرعیات کابل ادامه داد. ماستری خود را از پوهنتون پنجاب لاهور و دکترای خود را از پوهنتون قاهره مصر به دست آورد. تألیفات و تراجم دکتر ارشد ارشاد که در انتشارات احسان در ایران و مطبعه زبیر در لاهور پاکستان به چاپ رسیده، به بیش از 35 کتاب و رساله می رسد. در این اواخر برخی از سیدی ها، کست ها و دیویدی ها از دکتر ارشد ارشاد به اختیار جامعه مسلمان ما گذاشته شده است، با امید اینکه مورد استقبال قرار گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث داریم به ارتباط به خلفای راشدین و نوع انتخاب خلیفه های مسلمین پس از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خلفا جمع خلیفه و خلیفه به کسی اطلاق می شود که پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم با رأی شورای مهاجر و انصار به سرپرستی و امامت مسلمین انتخاب شده باشد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در زمان حیاتشان پس از هجرت به مدینه منوره اولین و نخستین پایه های حکومت اسلامی را بنیان گذاشتند. در مسائل اجتماعی، موضوعات سیاسی و عبادی، مسائل حقوقی و جنگ و صلح، با نزول آیات قرآن کریم و با ارشادات و راهنمایی هایی که پیامبر بزرگوار اسلام می نمودند، آن حضرت به عنوان امام و پیشوای مسلمین قرار داشتند. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم همراه صحابه و یارانی که همراه و همپای پیامبر بزرگوار اسلام در نشر و گسترش اسلام فداکاری و جانفشانی نموده اند، مشوره می نمودند و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. و شورا به عنوان اساسی ترین رکن در اسلام قرار یافته است و مسلمانان زمانی که خلیفه ای را نیز انتخاب می دارند، مکلفن بر اساس شورا آن را برگزینند و انتخاب نمایند. در رابطه به اصطلاح خلیفه، آیه 55 سوره نور این گونه اشاره دارد که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. و مسلمانان به چهار خلیفه اول اسلام اصطلاح خلفای راشده یا راشدین را بیان داشتند، یعنی خلیفه هایی که مورد رضایت و انتخاب مسلمانان قرار یافتند و رضایت خداوند و رسول خدا نیز در این بوده است. چنانچه در حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم که ستکون الخلافت بعد 30 عاما، خلافت بعد از من 30 سال می باشد، با انتهای دوران خلافت خلفای راشدین و 6 ماه خلافت امام حسن مجتبی تحقق می‌یابد. برای نصب و تعیین هیچ یک از خلفا نص و آیه و حدیثی وجود ندارد، چون روایاتی که در وصف و صفت برخی از صحابه آمده است برای بیان مقام و عظمت و شخصیت تقوا و فضیلت برخی از صحابه آمده است، نه به تعیین و نصبشان که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فردی به عنوان امام جاینشین رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده باشد. چون پیامبر بزرگوار اسلام می‌خواستند که سلسله انتخاب را به وجود بیارند و انتخاب را به مسلمانان و امت اسلامی واگذار کنند، نه اینکه به حالت موروثی و سفارشی بوده باشد. مسلمین پس از پیامبر بر اساس شورای مهاجر و انصار که قرآن به صلاح و حسن سیرتشان گواهی می‌دهد، خلفا و جانشین پیامبر بزرگوار اسلام را یکی پس از دیگر انتخاب نمودند.
در قرآن کریم در سوره توبه آیه 100 می‌خوانیم که والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوان. مسلمانان با سابقه ای که از جمله مهاجر و انصار هستند، آنانی که در ابتدا به اسلام گرویدند، چی از مهاجر و انصار و آنانی که پیروی آنان را نمودند با احسان و نیکویی، خداوند از آنان راضی است و آنان از خداوند راضی هستند. و همچنین حضرت علی کرم الله وجهه در مکتوب ششم نهج البلاغه این گونه می فرمایند که انما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل، شورا برای مهاجر و انصار است، انتخاب خلیفه برای مهاجر و انصار است. فان اجتمعوا على رجل، اگر بر فرد اجتماع نمایند و اتفاق نمایند و سموه اماما و آن را امام بخوانند، کان ذلک رضا لله، این رضای خداوند و خوشنوی خداوند در این است. اما در رابطه به انتخاب خلیفه اول مسلمانان، در روز وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم، طایفه خزرج و اوس که از انصار بودند در منطقه به نام سقیفه بنی ساعده جمع می شوند تا خلیفه برای مسلمانان انتخاب نمایند. سعد بن عباده که یکی از سران افراد طایفه خزرج بود، خود را به این سمت کندید می نماید. با رسیدن این خبر به یاران پیامبر بزرگوار اسلام حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر و حضرت ابو عبیده بن نجرا به منطقه حاضر می شن و با استدلال و صحبتی که با سران انصار می نمایند، آنان را راضی می سازند که خلافت جز به قریش و کسی دیگری امکان پذیر نیست، چون عرب و ملت اسلامی به غیر از امارت و خلافت آنان به کسی دیگری رضایت نمی دهند. بنابراین همه متفق النظر حضرت ابوبکر صدیق را به عنوان خلیفه مسلمانان در این شورای انصار و مهاجر انتخاب می نمایند. در روز بعدی حضرت ابوبکر صدیق به مسجد حاضر شده و بر منبر می نشینند و همه مسلمانان به عده به استثنای چند عده از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مشغول کفن و دفن پیامبر بزرگوار اسلام بودند، همه به حضرت ابوبکر صدیق بیعت می نمایند و بعدن حضرت علی و تعداد از یاران دیگر پیامبر اسلام می آیند و با حضرت ابوبکر در روزهای بعدی بیعت می نمایند و حضرت ابوبکر بعد از 2 سال و چند ماه در سال 13 هجری به عمر 63 سالگی از این دنیا رحلت می نمایند. در زمانی که در حالت مریضی قرار دارند و احساس میکنند که از این ماجرای سقیفه بنی ساعده مدت زیادی نگذشته است و احتمال این میرود که دوباره آشوب و مشکل بر جامعه اسلامی و امت اسلامی پیش آید، خاصتا که هنوز جنگ های رده و جنگ های مانعین زکات و مسائل پیامبران دروغینی که در آن زمان ظهور کرده بودن هنوز ماجرای آنها به پایان نرسیده بود، بنابراین با مشوره‌ای که با افراد اهل رأی، با صحابه بزرگوار اسلام، با شورای مهاجر و انصار می نمایند، به انتخاب یا به کاندید کردن حضرت عمر می پردازند که با عهدنامه‌ای که از جانبشان نوشته می شه توسط حضرت عثمان بن عفان به مسلمانان ابلاغ می دهند که شما به حضرت عمر رأی و نظر بدهید. و همچنین در روز بعدی حضرت عمر بر منبر پیامبر حاضر می شوند و تمام مسلمانان بدون استثناء به شمول حضرت علی و صحابه بزرگوار دیگر اسلام و حضرت عثمان بن عفان و صحابه دیگر همه می آیند و به حضرت عمر رضی الله عنه بیعت می نمایند و خلافت حضرت عمر به عنوان دومین خلیفه مسلمانان شروع می گردد. حضرت عمر نیز پس از 10 سال و 6 ماه و 18 روز در سن 63 سالگی در سال 23 هجری توسط ابو لولو فیروز اهوازی به شهادت میرسد و در زمانی که مریض هستند و مجروح هستند و به بستر افتیده هستند، آن بزرگوار نیز دوباره با شورای مهاجر و انصار مشوره می نمایند و از جمله 6 نفر را برای مأمور